حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین کشور در واکنش به تصمیم جو بایدن میگوید که آمریکا حق ندارد پشتوانه مالی افغانستان را غصب کند. آقای کرزای از رئیس جمهور آمریکا میخواهد که در تصمیمش در مورد پرداخت غرامت از پول افغانستان به قربانیان رویداد 11 سپتامبر تجدید نظر کند. اسدالله حکیمی گزارش میدهد. فرمان جو بایدن در مورد پشتوانه مالی افغانستان خشم حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین را برانگیخته. یک روز پس از اعلام تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره پرداخت 3.5 میلیارد دلار غرامت از پول افغانستان به قربانیان رویداد 11 سپتامبر، حامد کرزی میگوید که آمریکا حق ندارد پول مردم افغانستان را غصب کند. رئیس جمهوری پیشین در این نشست خبری میگوید که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده از پاکستان به افغانستان آمد و سرانجام در یک اردوگاه نظامی در پاکستان کشته شد. او تاکید دارد که مردم افغانستان بزرگترین قربانی حراس افغانی است و نباید تاوان عملکرد بن لادن را پرداخت کنند. روزی در افغانستان دیده شده، روزی در افغانستان کسی گفته که اسامه اینجاست. از روز اول، روزی که کشتار میکرد در اینجا بود، مردم ما رو که میکشت. روزی که دست از این قتل مردم افغانستان بسته شد، رفت به پاکستان، از اونجا آمده بود، اونجا پس رفت. آقای کرزی از رئیس جمهور آمریکا میخواهد در تصمیمش در این مورد تجدید نظر کند و تمام پول افغانستان را به مردم برگرداند. او همچنان از امارت اسلامی میخواهد که در صورت برگرداندن پولهای افغانستان این پول نباید مصرف شود تا افغانستان ثبات پولی داشته باشد. از رئیس جمهور محترم آمریکا آقای جو بایدن که ما خوب میشناسیم، مجالس بسیار زیاد با ایشان داشتیم. زمانی که آمریکا رفته بسیار مهمان نواز خوب بودند با ما، که تصمیم خود تجدید نظر کنه. تصمیم خود برعکس کنند. تمام پول افغانستان، تمام پول افغانستان برگردانند به مردم افغانستان. رئیس جمهور پیشین همچنان بار دیگر از اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان انتقاد می کند که اگر کشور را ترک نمی کرد پول های افغانستان امروز مسدود نمی شد. این پشتوانه ذخایر پولی افغانستان است که از این طریق امو مقصد اصلی که پول وجود داره به حیث یک پشتوانه، او مقصد ای به اوجه نمیرسه. ای پول به مردم افغانستان یک بخشش میرسه که غیر مستقیم ممکن است که کمک بشری باشه، اما در اقتصاد افغانستان در سیستم بانکداریش یک تاثیر منفی به جای میگذاره. بر اساس فرمان رئیس جمهور آمریکا، از 7 میلیارد دلار پول افغانستان 3.5 میلیارد آن برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان اختصاص داده می شود و 3.5 میلیارد دیگر آن به خانواده های قربانیان حمله های 11 سپتامبر داده خواهد شد. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، آمریکا نزدیک به 10 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و حالا جو بایدن با یک فرمان اجرایی راه را برای آزادی 7 میلیارد آن هموار کرده، تصمیمی که با واکنش‌های فراوانی در افغانستان روبرو شده است.